آهنش را زنگ ها خوردن گرفت، گوهرش را زنگ کم کردن گرفت. زنگ گناه آهن سیغلی و گوهر درونیش را میخورد و میپوساند. بیت 3381 از دفتر دوم مثنوی مولانا. پس چه چاره جز پناه چارگر، ناامیدی، مس و اکسیرش نظر. اینکه چاره چیست جز پناه بردن به چاره ساز حقیقی. نومیدی و یأس به منزله مس است و نظر صاحب دلان به منزله کیمیا. بیت 3386 بود. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. نومیدی ها را به صاحب دلان عرضه کنید تا از دردهای بی درمان نجات یابید. نومیدی خود نوعی کفران و ناسپاسی است. از این رو قرآن کریم بندگان را از نومیدی حذر می دهد. بیت 3387 بود. همین روز و ساعت 9:16 دقیقه صبح، آن غریب از ذوق آواز غریب از زبان حق شنود اینی غریب. آن کسی که طعم حقایق ربانی را نچشیده از طریق استماع جان کلام پیامبران در میابد که حق تعالی فرموده است من نزدیک هستم. مصرع دوم اشاره به آیه 186 سوره بقره دارد. برگاه بندگانم از من درخواست کنند، من نزدیکم و چون کسی مرا خواند اجابتش کنم. سپس باید دین مرا پذیرند و بدان گروند باشد که در راه حق به کمال رسند. آن غریب نفسی که از خدا جدا مانده و آواز غریب سخن پیامبر که بر حسب ظاهر بشری معمولی است و بر حسب باطن برای اهل دنیا ناشناخته و غریب است. بیت 3601 همون دفتر مثنوی معنوی مولانا. در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی به نفع احسن این قربت نفس بیان شده است و از قربت در آمدن نفس. نوشته های هانری کوربن، ترجمه و تحقیق توسط دکتر انشالله رحمتی. همین روز ساعت 11:40 دقیقه. بازگشت جاودانه، واژه من در سفیر، برای بیان نوع زمانی که زمان زندگی من است با وقوع تجربه نفسانیم، معادل واژه زمان بیکران ازلی که در حکمت خسروانی به نوشته هاشم رازی آمده است. بازگشت جاودانه بازگشت مداوم این زمان است. زمان بیکران ازلی تکرارش این خصوصیت را دارد، جاودانگی. در بیت 3729 دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا این چنین معنایی را فهم می‌کنم. در مورد وحدت روحی جاودانه است. با وقوع تجربه نفسانیم به وحدت وجودم رسیدم. مرگ اختیاری و ولادت ثانی این وحدت را در وجودم حاصل کردم. که اتحاد جسم ها آب و تین هست ناقص جان نمی ماند بدین. ولی اتحاد و همبستگی جسم که بر مبنای آمیختن آب و گل پدید می آید ناقص است و با اتحاد روح ها خیلی فرق دارد. زیرا جسم برای مدتی محدود با سایر اجزای خود اتحاد دارد، ولی به محض فرارسیدن مرگ همه آن همبستگی ها زایل می شود و جسم دچار تلاشی و پراکندگی می گردد. ولی وحدت روحی جاودانه است. امروز چهارشنبه اول بهمن 99، همان دیشب که این گذر را خواندم، از دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا به معنای مابین شدنم و هرچه بیشتر مابین شدنم ما خط تیره بین که در کتابم سفیر نوشتم که عبور از جمله معنا کردم پی بردم. حالت روح مصطلح اهل صنعت کیمیا را می گیرد. روح من که از ذرات جسد جزو جزو عبور می کند و در همه جا نفوذ می کند. جسمشان را هم زنوبر استشتن تازه روح و از ملک بگذشتن. جسم اولیاء الله با نور الهی سرشته شده به طوری که حتی بر روح و فرشتگان نیز سبقت گرفته است. گاه لطافت و صفای روح در بدن نیز تأثیر می گذارد. مثل حباب لامپی که از شعله برق روشنی میگیرد و سراپا نور می شود. محققان حکمت و عرفان می گویند که بدن تحت تأثیر لطافت روح حالت روح مصطلح اهل صنعت کیمیا را می گیرد که از ذرات جسد
جز جز عبور می کند و در همه جا نفوذ می کند، بیان که خلل و فرج و خرق و التیام شده باشد. همچنان که ابر بر اثر تابش ماه روشن و منور می گردد، جسم عنصری انسان نیز در پرتو لطافت و صفای روح لطیف می شود. چند نقطه بیت شماره 8 بود. و هو و محکم عین ما کنتم، جلال و عظمت از آن پروردگار است، مهربان ترین. او را سپاس دارم که در دسترس هم می نهد سخنان ربانی مولانا را تا به فهم بالاتر از آنچه فهم نفس و روح هم است برسم، برای وقوع تجربه نفسانی و تحولات و تغییرات وجودی در من. مناسب است که گذری را بیاورم در مورد اندازه‌گیری شوق نفس کلی، تحول آفرینی نیروهای روحانی، خط تیره نفسانی در کتاب قبلی و قبل از آن یک نوشته شده است. از آخرین کتاب خریداری شده به نوشته هانری کوربن تا به امروز، خریداری شده در آذر امسال، واقع انگاری رنگ ها و علم میزان، تحقیق و ترجمه توسط دکتر انشالله رحمتی. آن گذر، اندازه گیری شوق نفس کلی اساساً به معنای آزاد ساختن نیروهای روحانی، خط تیره نفسانی، تحول آفرین است. دو نقطه، همانطور که جلدکی میگوید این اندازه گیری به معنای انتقال دادن طلا از معدن طبیعی آن به معدن فیلسوفان، یا به عبارت دیگر به معنای آزاد ساختن فکر، نیروی روحانی در درون فلز است. ختم گذر، لحظه پیش با خودم گفتم به حد بایستی از سطحی که ماکرو بالاترین نام دارد بایستی فهم کرد و آن را فهم آنالوژیک می‌نامند که مبنایش ابزارش تطابق است. چرا ناگهان در من حضور یافت این گفتگو؟ چون گفتگویی است بین متن مولانا، خط تیره متن هانری کوربن با ترجمه و تحقیق دکتر رحمتی در بالا، به اضافه فهم شهره در حال حاضر، و بین این سه متن شهره تطابق برقرار کرده است. به دلیل این قابلیت فکر ماکرو، شهره او را تحت الیناسیون قرار دادن استادهای نامدار در فرانسه و سپس دکترای او را جوری از انتشار ممنوع کرد تا کسی نداند قابلیت شهره چیست و دلیل رفتار آنها در حوزه علمی تحقیقی فرانسه با او و آن قابلیت شهره چیست. برای دکتر رحمتی در پیامم که ماه پیش ارسال شد نوشتم که خانمی که عضو دکترای جوری من است در صورت جلسه نوشته است فهمم آنالوژیک است. در همان لحظه ای که مرا واداشت این گذر را بنویسم به یاد تعداد صفحات دکترایم و بیان مراجع بسیار آن تحقیق توسط پرزیدان جوری که من به عنوان عضو انتخابش کرده بودم افتاده بودم. این نکته به نوشته در آمده در صورت جلسه صورت دیگری است از همان واقعیت، قابلیت فهم من در تطابق و عبور از متنها. با خواندن کتاب نامبرده در بالا دانستم علم میزان بر پایه تطابق است و با این واژه و واژه ها آنالوژیک را معنا می کنم در خطوط بالا. در همان لحظه ای که گذر بالا به دلیل حضور گفتگو در من حضور یافت همچنین این ادامه را داشت. آنها جغدان خواستند مرا در پستی خودشان بکشند. جغدان استادهایی که برای پست و نام و مقام جان دیگری را می گیرند تا دیده نشود. از ابیاتی که در صفحات آخر دفتر دوم مثنوی معنوی دیشب خواندم و امروز به دلیل بیتی در مورد برتری داشتن مرور کردم، آن صفحات و نوت‌هایم با مدار بر روی آنها را برای یافتن آن گذر و آن را نیافتم. در مورد جغدها و پستی نوشته شده است این بار، گرچه گفتی نیست سر، گفت هست، هین به بالا پر مپر چون جغد بست. هرچند که بر حسب ظاهر گفتگویی در میان نیست، ولی راز گفتگو در میان است. به هوش باش که به اوج پرواز کنی، نه همچون جغد به پستی فرود آیی، مانند اهل دنیا که اسیر آن هستند. بیت 3626 دفتر دوم مثنوی معنوی مولانا. بیان دیگر برای مفهوم فهم آنالوژیک است همچنین بیت در بالا. در این لحظه در نتیجه گفتگوی درونی در من که حوزه علمی فرانسه و آن افراد از جمله اعضای شوری دکترای من را در برداشت، خودم را یوسفی دیدم که در چاه افکنده شد. زندگی تحصیلی من در فرانسه
در چاه انداخته شده و شکنجه شدن. در خارج از آن حوزه برای یافتن اشتغال تفاوت چندانی نداشت حال روز من، چه در مدرسه بازرگانی، چه در مدرسه مهندسی و غیره، چون فرانسوی نبودم، همچنین چون یک زن هستم. برای مثال در مورد وجه زن بودنم در مدرسه بازرگانی در مدرسه مهندسی بود. یکی از 5 مصاحبه کننده که تنها بود در مصاحبهش با من برای پایین آوردنم چون زن هستم گفت من 5 بچه دارم و حقوق شما کفاف نمی دهد برای من، و کارت اقامتم را به بهانه فوتوکپی کرد و قصدش این بود بداند فرانسوی هستم یا نه. در سفیر کتاب اولم این نمونه ها بیان شدند. اضافه می کنم در این لحظه زنی که مرا به دنیا آورد از تصمیمم برای ترک ایران برای تحصیلات در فرانسه بدون دانستن زبان آن خاک بسیار خوشحال بود، چون در چاه می افتادم دور از او و از شوهر دومش. حتی قبل از ازدواج دومش از من بدش می آمد. وای به بعد آن. امروز با خودم گفتم و برای اولین بار مرا با دختر معدل شیرازی مقایسه کرد و شعورش قدر قلبش پست است. من هم رتبه و هم قلب با بزرگان ملی ایران هستم. هر سه تحصیل کرده در فرانسه، دکتر صدیقی، دکتر فامیتمی، دکتر بختیار. در یکی از مسافرت‌هایم بین 20 و 30 سالگیم با دریدگی همیشگیش به من گفت تو کجا فرانسه کجا، دختر معدل شیرازی بایستی بره فرانسه. دو بار در تمام عمرم به او پاسخ دادم. عزت نفسی که خداوند به من عطا داده است. با دیگران از نوع خودش همین بوده و هستم. دو پاسخ داشت آن جمله‌اش که به او نگفتم. برادرت که 1 سال از من بزرگتر است چرا سر از فرانسه در آورد برای تحصیل به خرج خودت بدون اینکه به برادرم و به من آن را بگویید؟ پاسخ دیگر که پاسخ است به آن جوابش و پاسخی به او ندادم این است: برای ماه عسل با شوهر دوممت ما را رها کردی بدون کلمه حرف و رفتی اروپا را گشتی. این زنی است که به بیان خودش با زجه در گفتگو خطاب به خودش گفته بود پشت کفشم وقتی بچه بودم سنجاق قفلی داشت. یکی از بارهایی که به مسافرت آمده بودم به ایران و حتی بزرگان ملی نامبرده در بالا خودشان را بزرگ نکردند. بدون دانستن زبان فرانسه به فرانسه حاضر نشدند. هوشیار بودند از موقعیت جامعه خودشان و از موقعیت جوامع و از سن 17 سالگی کار نکردند در روی خاک فرانسه و مورد احترام قرار داشتم در روی خاک فرانسه در حوزه علمی آن کشور. آنها را با فیسبوک شناختم از سال 2009 و زندگی من شد حقیقت نوعیه آنها. واژه حقیقت نوعیه را با مثنوی معنوی مولانا آموختم و در کتابم بیان داشتم. دقایقی بعد همین روز و خدا به رحمتش مرا از همه چاهایی که انسانها مرا در آن افکندن بیرون کشید در سن 56 سالگی. خداوند ارتقا داد به وجود من برای شهود عالم باطن با وقوع تجربه نفسانیم و چاه‌ها را شناسایی کردم و چرای افکنده شدنم در آنها. و دقایقی بعد از همین روز خداوند فقط دست پیش دارم. به یادم آمد در حالی که اپیزود سریالی را می‌بینم تماس‌های این زن با اقوامش در شهری دیگر برای گرفتن ارثش آمده ایران. به آنها گفته بود در مورد من و با خریده واحد کوچکم که برای شوکه بزرگی بود و همان اقوامش گفته است ارثش را دادم، خانه براش خریدم و وسایل خانه. اگر با آن اقوام تماس نگرفته بودم نمی توانستم بدانم این زن که مرا به دنیا آورده چه عمقی دارد دروغ و پستی در او. خداوند از راه های پنهان وارد می شود، نکته‌ای که بارها در مثنوی مولانا خواندم. راه‌های پنهان برای برملا کردن، خط تیره راه‌های پنهان برای از شاه بیرون کشیدن. در دفتر دوم مثنوی معنوی خواندم دست را دیر می‌گیرد ولی محکم می‌گیرد. در مورد رحمت و در مورد غضب خداوند برای هر یک این دیر به وقوع پیوستن و خصوصیت محکم بودنش بیان شده است. در 56 سالگی خداوند خودش را به من نشان داد، دستم را محکم گرفت با وقوع تجربه نفسانیم. سمع الله لمن حمده.